عرض درود و سلام، شما بیننده برنامه گزارش ششونیم از طلوع هستید. در این برنامه وضعیت امنیتی را بررسی خواهیم کرد و پرسش محوری این برنامه کجا در کابل امن است؟ دلتا نه حزبی اداره ده چې دلتا واقعا نسته، تعدد د عذاب دلتا موجود ده، دیرش کال په دې وطن چې جنگ تیر سوی ده. و این حمله را من فکر میکنم که اگه حمله انتحاری نگویم، حمله کماندویی بگویم بهتر است. د هر ورځې په تیریدو سره د افغانستان د سولې او ثبات دشمنان ضعیفه کیږي او خلک له دوی نه لیرې کیږي، یعنی دوی د خلکو حمایت له لاسه ورکوي. د کشتی ما سوار هستیم که قوه مقننه و اجرای اردوش یک جای غرق میشه، ملت سلبی نشان از به صفت خائنین ملی میشناشن. عدد سیاسی نقطه نظر واخن بده واخه ده، بله توریستی عملیات یا کل دغه جلوگری واخن ډیره مشکل سره ونیولای شي. اینا دو نفری را که خواسته بودن تا به کابل بیای و عمله انتحاری را انجام بده، افراد از اینا به کابل مواصلت نکرد. ما منیس افغان او وقت باید تمجید کنم که خلای قدرت پر کردن او دوستای ما. پیش از آغاز مباحث برنامه حاضر در مورد چگونگی یورش بر هتل 5 ستاره سرینا در نزدیکی دفتر رئیس جمهور، پرسش محوری برنامه را مطرح می نماییم. آقای هادی خالد، مرد شماره دوم وزارت داخله، در یک گفتگوی ویژه با طلوع در مورد امن‌ترین نقطه کابل سخن گفته است. آقای خالد تلاش نموده است تا پرسش کجا در کابل امن است را پاسخ دهد. شما دقیقاً گفته میتونید که امن‌ترین نقطه افغانستان کجا است؟ ما در شمال افغانستان محیطای اکثر محیطای ما امن هستند و بیشتر از 70% کنترل منطقه توسط پلیس صورت میگیره. در مرکز افغانستان عازل قیاس بیشتر از 80-85% پلیس حضور داره، حضور امنیت میگیره. حضور پلیس به معنای امنیت بوده میتونه؟ هدف ما ایست که مثلا در جنوب قوای اردو و ناتو و اینا هستن، نه تناسب اشتراک پلیس نشان میده که اونجا امنیت هستن. چرا پلیس نیروی نیمه نظامی است. سوال دیگه که میخوایم محدودیش کوچکتر بسازم، امن‌ترین نقطه کابل کجاست؟ جالب سوال استم. اتفاقا پرسش جالب نیست، بلکه پاسخ آن جالب تر است. بدون شک پاسخ این پرسش که توسط یک مسئول بلند پایه امنیتی ارائه می شود جالب تر از پرسش خواهد بود. ما برای کابل پلیسی بسیار خوبه را، ما برنامه خوبه برای اصلاح پلیس روی دست گرفتیم. ما تقریبا با می تغییر رهبری و تغییر ساختارهای پلیس ما تانستیم که پلیس را تصفیه کرده بریم و یک لوای خاص برای نظم عامه، برای کنترل شورش های شهری ما جور کردیم که فعلا در کابل حضور داره. و نقطه افغانستان که باید اطراف پایتخت باشه لزوما و بعدا اطراف مقر ریاست جمهوری باشه یا ارگ افغانستان باشه. اخیرا حادثه‌ای که متفاوت با دیگر حادثات اتفاقات انتحاری در افغانستان بود در اینجا رخ داد. شما میتونید بگید که امن است؟ دوست عزیزم ببینین، ما دو حد باید حال قائل شده برای خود. یک حد ایدیاله که ما آرزو داریم که به او حد برسیم. اما امنیت جوار ریاست جمهوری ببینین ببینین نه نه، دشمن کوشش میکنن که او جای را بزنن که بیشتر از او برابرداری کنن.
پس بر این اساس پس از یورش بر هتل سرینا می توان گفت که مسئول ترین نقطه در کابل هم مسئول نیست. اما این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ در این زمینه توجه کنید به گفتگوی رئیس کمیته ملی المپیک که خود یک شاهد عینی حادثه سرینا بود. امروز از ورزش خلاص شده بودیم و سونا بودیم که صدای فایر شنیده شد. صدای یک فایر بود و یک فایر دیگه و تقریبا 3-4 صدای فایر شد و من شخصا فکر میکردم که شاید شارتی برق باشه، کدام کار برقی باشه. هیچ فکر نمیکردم که در اینجا فایر شود. در اینطور منطقه که در گفته میتونیم در 20 متری ارگ یا شاید 30 متری ارگ، تنام یک سرک فاصله است بین ارگ و سرینا، و خود سرینا جمله امنترین نقاط کابل بود که کنفرانس های مهم و مهمانی های مهم من در سرینا میشد. من فکر میکردم که در اینجا اگر یک فایر تصادفی باشه، دو سه فایری که با وقفه ها شد، این شاید چی باشه، برق باشه. به هر صورت پسندیدم که نه، یک حمله است و این حمله را من فکر میکنم که اگر حمله انتحاری نگویم، حمله کماندویی بگویم بهتر است، برای از اینکه کسایی که آمدن در اینجا عملیات کردن اونا بسیار مردم های مطمئن بودن و پس برآمدن خود امید داشتن و فکر میکنم یک نفرشان موفق هم به فرار شده. با عموماً در عملیات انتحاری تنها انتحار میباشه، در اینجا سلاح خفیف داشتن اینا. اینا وقتی که از دروازه داخل شدن، نمیفهم که از دروازه یا چطور تانستن داخل شدن. چرا کسایی که کارت داشت و اونا میشناختن هم شدیدن هر وقت تلاشی میشدن از دروازه میدرامدن. منطقه گاردای خصوصی در افغانستان که متاسفانه علی سرنوشت اکثر ادارات و جای مهم در دست از واست، معلوم نیست که در قانون ما تربیه از واست نظر گرفته شده یا نشده که اونا چقدر تربیه شدن. بر صورت وقتی که اونا آمدن فکر میکنم با دستی داشتن، یک رعب و ترس ایجاد کردن، از دروازه گذاشتن و از دروازه که گذاشت یک نفرش یا انتحار کرد یا انفجار کرد که درست من نمیفهم که سرش فایر کرد، و دیگه نفرهایی که داخل آمدن تعدادش من نمیفهم چون ما در یک گوشه بودیم، در سایه سپورت بودیم. یک نفرش طرف می هلت کلاب یا منطقه ورزشی آمد و می آدم که در این طرف آمد، می سبب شد که چندین نفر بزنه و ما در یک فاصله بسیار نزدیک بودم و یک فایران بالای ما صورت گرفت که خداوند کمک کرد. و فکر میکنم که دوباره یادم برگشت کرد و در برگشت قسمی که بعدن گفتن، اما کسایی را که زده بود حدود 6 نفر، یعنی تو را در را اونا را دفعه دوم باز سرشان فایر کرده که بیخی مطمئن شد که اینا کشته شد، و چند نفر از وا خارجی بود، داخلی هم در بین از وا بود. و یادم پس میخواست بره، در وقتی برآمدن بالای گاردا هم فایر کرده. و ما وقتی که از این منطقه خارج شدم و طرف اولی سرینا رفتم، دیگه منتظر بودم که یک واقعه است، یک واقعه شده و مرکز شهر است بسیار زود کنترل شود. ما فکر میکنم که شاید یک حالت خاص هم بوده باشه، دقیق محاسبه کرده نتانسته باشم. از 15 تا 20 دقیقه فایرا بود و قسم معلوم میشد این فایرا که جنگ جریان داره، که این فایرا را امنیتی هایی که عموما خارجی بودن اینا نق فایر میکردن یا حریف داشتن پیش روی خود. بعد از او گزارش ها را ما از رادیو و تلویزیون شنیدیم، کسی میگه 5 نفر داخل شده بود و کسی میگه 4 نفر بود. او را ما دقیق نمیفهم که فایرا امرای کی بود، منتها تا 15-20 دقیقه فایر بود